الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وعن العباس بن المطلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المبارك كإمام مسلم وإمام ترمذي رحمة الله عليه از حضرت عباس کاکای پیغمبر علیه السلام روایت میکند، ارشاد میفرماید که چشید لذت ایمان را کسی که الله را به عنوان پروردگارش بپذیرد و اسلام را به عنوان منهج زندگیش قبول بکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان نبی و پیامبر قبول بکند. در این حدیث پیام‌های بسیار زیبای نهفته است. اول جایگاه حدیث به اعتبار از اینکه راویش کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم است و حضرت عباس دو سال از رسول الله صلی الله علیه و سلم کده بزرگ است و کسی است که انگامی که مردم مدینه منوره در بیعه عقبه ثانی تشریف آوردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم در او گفتمان حضرت عباس هم بایش بود و ای را با صراحت برشان گفتن که ای مردم بنینه، ارگاه شما میخواین کسی را به سرزمینتان دعوت بکنین در حالی که داعیه بلندی دارد و او داعیه که او پیشکش کرده با مشکلات روبرو خواهد بود، بنان ما از او دفاع کردیم و این سالهای درازی را با حفظ داعیش از وی نگهداری کرده. توان شما در دفاع از رسول علیه السلام چی خواهد بود؟ و از طرف دیگری در مکه زندگی میکرد. قبل از فتح مکه به زمان اندکی پیش هجرت کرد و در فتح مکه اشتراک داشت و در غزوه حنین رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته بود و تا آخرین لحظه از رسول علیه السلام حمایت و دفاع میکرد. کسی است که اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین به جایگاهش نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب معرفت داشتند. می فهمید که پیغمبر علیه السلام چقدر کاکایش دوست دارد و این حدیثی که روایت شده از حضرت عباس است و در سال 32 هجرت با عمر 82 سالگی از این دنیا و یا 88 سالگی از این دنیا رحلت میکند. در این حدیث یک تعبیر میه که ذاق طعم الایمان، چشید لذت ایمان رو. پس از این معلوم میشه که هر چیز ذائقه ای دارد و ما شما میفهمیم که اسلام از جمله مفاهیم است و چیزی که از جمله مفاهیم باشد او قابلیت رؤیت و لمس ندارد، قابلیت چشیدن و بوی کردن را ندارد. پس تعبیر به معنای مجاز است.
که همانا لذت در ایجا لذت روحی است، لذت فکری است و مراد اطمینان خاطر است. و این وقت می آید که انسان آگاهی که شایسته لذت و اوج روحانیت می شود او را به دست بیارد. بسیار مردمان که لا اله الا الله می گویند ولی در مفهومش و در قضیه طوری که شایسته است نه اندیشیده است. اسلام را به عنوان دین پذیرفته است به خاطر که پدرش مسلمان است، خانوادهش مسلمان است، ولی انتخاب نکرده. هرگاه اسلام به عنوان دین منتخب با اساس مطالعات و فهم دقیق شود، انسان را به طرف لذت و به طرف افتخار و به طرف اطمینان می‌برد. روی این نکته است که ذاق طعم ایمان، چشید لذت ایمان را. لذت ایمان را کسی میشه ذاق طعم ایمان من رضی بالله ربا، کسی که راضی شد به ای که الله پروردگارش است. من رضی بالله، الله را خود ترجمهش بار بار بر شما تذکر داده بودم که ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است. الله ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، با اون نیایش می شود، تمام مخلوقات قرب او را می خواهد، حوائج را برطرف می کند و اطمینان را برای انسان می دهد و ضروریاتی که انسان در ذهنش بگردد طلبش را از او می کند. پس چشید لذت ایمان را کسی که الله را که مستجمی تمام صفات کمال است به عنوان رب خود بپذیرد. رب از تربیت گرفته شده به معنای شی را آهسته آهسته قدم به قدم به مطلوبش رساندن. خب ما انسان ها انسان مخلوقی هستیم که هم اختیار انتخاب را داریم و هم در زندگی خود برای خود اهداف را ترسیم کردیم و از طرف دیگر مخلوقی هستیم محدود. دیدن ما محدود است، شنیدن ما محدود است، لامسه ما محدود است، هر چیزی که ما از توانایی خود داریم همش محدود است. بنابراین این محدودیت دلیل بر چیست؟ دلیل بر ضعف. و قرآن کریم هم می فرماید خلق الانسان ضعیفا، ما انسان را ضعیف آفریدیم. وقتی که انسان ضعیف آفریده می شود برای کامل شدنش، برای قوی شدنش نیاز دارد و این نیاز ارگا این نیاز برای داده شود و یا تو تمنای از او را می کنی که تو را کسی بی نیاز بکنه، پس اون نفر باید محتاج نباشد، اون شی باید محتاج نباشد. ارگاه ما به غیر الله به هر کسی دیگر مراجعه میکنیم، اگر احتیاج ما را برطرف میکند، در حقیقت به شکل از اشکال او خودش برای ما احتیاج دارد، در حالی که الله متعال برای ما احتیاج ندارد. او کامل است، عالم است، قادر است، مرید است به اراده خودش. پس مساعدتش، کمکش با ما به خاطر احتیاج به ما نیست، بلکه به اساس محبت است که با ما دارد. الله ما را دوست دارد، چون ما را دوست دارد ما را حمایت میکنه. پس ارگاه ایمان را اتو بسازیم، الله ذاتی که ما را آفریده است، ذاتی که در تربیت ما نقش دارد و ذاتی که ما را عطا می کند بدون از اینکه به ما محتاج بوده باشد، در حالی که او قادر مطلق است، عالم است، به علم کمال است، مرید است به اراده خودش و توانمند است. پس
کمکی که به ما میکند به خیر ما میکند، مساعدتی که به ما میکند به خیر ما میکند، عطایی که به ما میکند به خیر ما میکند. پس هیچ کسی در زندگی ما نمیتونه به ما نفع برساند و یا ضرر برساند مگر اینکه الله خواسته باشد. و میبینیم که عطای الله به اساس علم است، عطای الله به اساس شفقت و مهربانی است. پس هرگاه یک مؤمن اتو تحلیل بکنه که خدایا من خانه خدا تعیین کرده بودم، نه زمان خدا تعیین کرده بودم، نه مادر و پدر خدا تعیین کرده بودم، نه قواره خدا تعیین کرده بودم، نه رفتن خدا تعیین کردیم، هر آنچه که دارم از آن تو است و آنچه که ما دارم همیشه دوست دارم، هرچی که ما دارم او را دوستم دارم و افتخارم سرش میکنم. پس پروردگارا در چیزی که من نمیدانم و خودم انتخاب نکردیم او را بر مقبول گردانیدی. پروردگارا آنچه که ما او را تقاضا میکنم خدایا او را هم تو دوست داشته باش و به خیر ما قرارش بده. پس چیزی که من میخوایم و او را تو عطا نمیکنی حتما درو خیر است، حتما درو خیر است. خدای به چیزی که به من میرسد و من او را دوست ندارم و رساندنش حتما درو هم خیر است، زیرا بدون رضای تو چیزی به من نمیرسد، نه ضرری و نه هم نفع. پس هرگاه انسان مطمئن شد به ای که الله پروردگار از اوست، یعنی تربیت کننده از اوست، عطا کننده نعمت های اوست، هیچ وقت به دروازه مخلوق سر سجده و تعظیم نمیگذارد، هیچ وقت تشویش نمیکند، هیچ وقت تشویش نمیکند. پس اطمینان خاطر مالامال در وجودش پیدا میشود. هر کسی که به الله باور پیدا بکند، شما باور بکنید خداوند متعال خوشی را در قلبش عطا میکند، در قلبش الله متعال خوشی میگذارد. از این خاطر انسانی که همیشه ذاکر الله باشد همیشه خوش می باشد، و انسانی که انگامی که یاد الله را کنار می گذارد امو لحظه دیگه به طرف قلبش افغان و تشویش و استراب می آید. پس یاد الله متعال برای ما چی می ده؟ خوشی می ده. و هر آن چیزی که سبب یاد الله شود برای ما خوبی ها را در حقیقت پیش روی قرار می ده. علما میگویند که هر کسی که وضو همیشه بگیرد الله متعال او را خوشی نصیب میکنه. چرا وضو؟ زیرا وضو که داشته طبیعتا زبانت به یاد الله برمیگرده، وضو که داشته باشی طبیعتا میخوای که از گناه دور شوی، وضو که داشته باشی اما لحظاتت احساس میکنی که با خدا هستی. بنان الله متعال برای چی میده؟ برای خوشی میده. و این حیات که است از عالم امر است، زندگی. وقتی که این از عالم امر شد تغذیش هم از عالم امر میباشه، و ذکر خداوند متعال وسیله تغذیه روح انسان است. پس هر که باور پیدا کرد که الله تربیت کننده و عطا کننده نعمت های اوست، در حقیقت لذت ایمان را میچشد، لذت ایمان را میچشد. من رضی بالله ربان. دوم کسی که لذت ایمان را می چشد، من رضی بالله ربان و بالاسلام دینا، و اسلام را به عنوان دین و منهج خود بپذیرد. یعنی به این معنا که انسانی که در روی زمین وجود دارد همه و همه اعتراف به ربوبیت الله متعال می کند. اگر از اون دو پرسان بکنی آسمان و زمین را که پیدا کرده، در جواب چی برد میگه؟ میگه الله پیدا کرده است. ربوبیت را کل مخلوق میپذیرد، الوهیت را تعداد زیاد انکار میکند. یعنی ربوبیتی که عطا کننده نعمت کیست؟ الله. حال مستحق عبادت کیست؟ در اینجا مشکل پیدا میشود، اینجا دیگه شرک و ثنویت پیش میاد. وقتی که کسی را بوی که خب وقتی که کل عطا کننده الله هست، پس این پیشانی تا پیشی از این بت را پایین میکنی، اینجا مشکل پیدا میشه. مهم نکته امیست که انسان
در پهلوی ازی که عقیده به ربوبیت داشته باشد، باید به الوهیت خداوند متعال به این هم عقیده داشته باشد که مستحق عبادت تنها و تنها الله است، به جز الله کسی دیگری پرستش نشود. این اساس است. حالا زیاد مردم ربوبیت را میپذیرند، ولی در پهلوی از او که الله را میگه خدا خو است، ولی نقشه خدا را در زندگی خود تطبیق نمیکنه. نقشه خدا در روی زمین چیز دینش است. دینش است. این دین چی کار میکنه؟ دین رابطه تو را با خدا تنظیم میکنه. رابطه تو را با خدا تنظیم میکنه. اکنون روز جمعه است. برای ارتباط ما با رب ما دین برای ما وضع کرده چگونگی ارتباط را. پس تو در مسجد بیا، رو به قبله بشین، در حالی که وضو داری، در حالی که به نیت عبادت آمدی، و تو دو رکعت نماز بخوان، دو رکعت نماز میخوان. اگر دو رکعت را شش رکعت نیت کنی نمازت نیست و صحیح هم نیست. پس دین وضع الهی است، جهت ارتباط گرفتن با الله. توسط چی؟ توسط یک منهج معلوم و دقیق. پس در روز جمعه به ما گفت دو رکعت نماز بخوان، پیشین گفت چهار رکعت بخوان، شام گفت سه بخوان، خفتن چهار بخوان، صبح دو رکعت بخوان. پس این منهج است. هیچ کدام ما حق نداریم در این منهج چی کنیم، زیادی و کمی کنیم. دین وسیله ارتباط با الله، دین وسیله ارتباط با الله در معاملات. میخوای با خدا بوده باشی در تعاملت؟ بله. پس اگر میخوای با الله باشی، از دروغ دوری بگی، از خیانت دوری بگی، از غلطی در تعاملت دوری بگی. دین امی است. پس دین منهج ربانی شد جهت تنظیم رابطه ما با الله. دو، من رضی بالله ربا، کسی که راضی شد به ای که الله پروردگار از اوست، و بالاسلام دینا، و به ای که اسلام به عنوان منهج الهی رب دهنده ازی انسان با خدا هست. انسان را با الله چی میکنه؟ رب میده، وصلش میکنه، پیوستش میکنه. انسان را با انسانهای دیگر ربط میدهد، پیوستش میکنه. به این عنوان اسلام را پذیرفت. هر نوع تعاملی که ما داریم با هر کسی که داریم باید در منهج الله باشد، در منهج عزیز اسلام عزیز ما باشد. پس میخواییم پدر و مادر خود را دوست داشته باشیم، و طبیعی که دوستش داریم. رابطه ما با پدر و مادر ما به اساس چی باید باشد؟ به اساس منهج الهی باشد. دوستی ما با پدر و مادر ما که بی نهایت محبوب ماست، از منهج الهی اگر بیرون شود، این دوستی را نمیپذیرد. از این خاطر است که حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه و ارضا، مادرش بسیار زیاد فشار سرش آورد که باید شرک قبول کنه. آخر برش گفت که مادر جان، والله اگر زیاد نفس داشته باشی و یکت پیش روی ما براید، ما به طرف کفر و شرک بر نمیگرد. بناهن این منهج الهی است، به ما دستور امیست که با تو خوبی بکنم، ولی نه به معنی ازی که منهج را ترک بکن. ولی دل تیمان میاری یا نمیاری؟ به عین شکلش قرآن کریم بارها بر ما گفته، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، با پدر و مادرت خوبی بکن، ولی ایرم بدان اگر پدر و مادر تو را به شرک دعوت بکنه، و صاحبهما فی الدنیا معروف، در دنیا امرش خوبی بکن، ولی وش کنی شرک نبیاری. با پدر و مادر دوستی میکنیم، ولی اگر پدر و مادر ما را به طرف گناه دور بده، در این صورت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از هیچ کس پیروی نمیکنیم که ما را به طرف گناه سوق بدهد و رابطه ما را با خدای ما چی بکنه؟ تخریب بکنه. با
پس اسلام به عنوان منهج ربانی پذیرفت کسی که روابط خود را با مخلوق در تحت حیطه یز قرار بده، با پدر و مادر دوستی و مقتضای شریعت الهی، با همسایه دوستی و مقتضای شریعت الهی، با برادر و خواهر دوستی و مقتضای شریعت الهی، با همسر دوستی و محبت و مقتضای شریعت الهی، با تمام مخلوق دوستی کردن و مقتضای شریعت الهی. ارگاه این کار کردیم، در حقیقت ما لذت ایمان را می چشیم. این چی برای ما می ده؟ این کلام ای به ما ای را می دهد کسی که اسلام را نداند لذت اسلام را هم نمی داند. کسی می خواهد در منهج الهی روابط خود را با مخلوق تنظیم بکند و نداند که این روابط چی است. چطور میتوند ادعای از این را بکنه که من الله را دوست دارم و لذت میبرم از این دین؟ کسایی که نمیدانند باید بفهمند که یک چیزی بسیار بزرگ که امان لذت گرفتن از دین است، از او محروم است، از او محروم است. پس اگر فهم ما در رابطه به دین درست شود و زیبا شود، با امو اندازه ما لذت زیبا و واقعی را از زندگی خود و ارتباطات خود که با مخلوق میگیریم میچشیم، بهتر میچشیم. زیرا هر کاری که میکنیم، هر کاری که میکنیم در اینجا منهج به ما چی گفته؟ پیامش داده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث زیبا میفرماید که لا تدخل الجنه حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شما داخل جنت نمیشین مگر اینکه مؤمن نباشین، یعنی توحید و ربوبیت و توحید و الوهیت اردو را نپذیرین. بعد مسلمان شمرده نمیشین، مؤمن شمرده نمیشین تا یک دیگر را دوست نداشته باشین. وقتی که یک مسلمان را به خاطر ایمانش دوست داشتی، تو لذت ایمان را میچشی، نه به عنوان از اینکه قومت است، نه به عنوان رنگت، نه به عنوان حزبت، نه به عنوان برنامه هایی که ما جور کردیم، بلکه به عنوان از اینکه مسلمان است. هر جایی که مسلمان است دوستش داشته باشه، بدون از اینکه تعلقات رنگ و قوم و زبان و سمت و هیچ چیزای عوارضی که ما تنظیمش کردیم. هر جایی که یک مسلمان خوب باشد تو احساس خوشی بکنی، بفهم که ایمان داری. هر جا که یک مسلمان بیچاره شد و تو درد دیدی، بفهم که تو مسلمان هستی. ارگاه به درد مسلمان ها درد ندیدی، به خوشی مسلمان ها خوش نشدی، بفهم که مسلمان نیستی و ایمانت مشکل دارد. اکنون برین سوال بکن از خودتان که پیغمبر لازم که مسلمان شمرده نمیشین تا یک دیگر را دوست نداشته باشین. بعد پیامبر خدا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام علی من عرفت و من لم تعرف. چیزی را بر شما راهنمایی نکنم، ارگاه او را متداول بکنین در بینتان، یک دیگر را دوست داشته می باشین، سلام را پرتین، سلام را رواج بدین. هر مسلمان که می دیدی بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 30 دانه حسنه را الله بر نوشته میکن، 30 حسنه را بر الله نوشته میکن. وقتی که با السلام علیکم من ثواب میگیرم، چه فکر میکنی اگر در پهلوی سلام بر یتیمی لباسی بتوم چی خواهد؟ بر بیوه چادر بتوم چی خواهد؟ به مریضی دوا بتوم چی خواهد بود؟ به معیوب و مشلول دست بتوم و تعاون بکنم چی خواهد بود؟ وقتی که تنها با السلام علیکم و رحمت الله سی ثواب میگیرم، اگر او را ما خوشی میتون چی خواهد؟ در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانیم، پیامبر خدا میفرماید که تبسمک علی وجه اخیک صدقه. برای یک مسلمان که خنده میکنی در این هم صدقه است. یکی از اساتید به ما گفت که بزرگترین تعبیر از این حدیث را درک میکنه که در چی است؟ ما
من گفتم خب همین که هر کس ببینیم خنده بکنه در یک مسلمان دیگه ثواب میکنیم. گفت نه، وقتی که تو آمر باشی، تو مسلط بر اوضاع باشی، رئیس یک شرکت تجارتی باشی، وزیر و چی و چی باشی، باز یکی از زیردستای تو غلطی بکنه و انگامی که او میلرزد که آلی کتما چی تعامل خواد کرد، شاید به عزتم بکنه، توهینم بکنه، تحقیرم بکنه، و انگامی که او آمد تو برش آغوش تباز کردی و برش تبسم کردی، کم مرتا که کجا بودی و ای اشتباهش برش ایچ گرفتی، تبسم که علی وجه اخی که صدقه، ای صدقه است، ای صدقه است، اصلا برویش نبیاری، گوی که ایچ کاری نشده، بلکه عوض از او امرایش خوبی بکن، امرایش نیکی بکن. پس ببینیم که داخل جنت نمیشین مگر اینکه یک دیگر را دوست نداشته باشین. دوستی چه وقت میآید؟ انگامی که معرفت کامل باشه. هر قدر که معرفت کامل شد به امو اندازه دوستی بیشتر میشه. پس دینه که نشناختی با دین دوستی نمی کنی، مسلمانه که نشناختی با او دوستی نمی کنی. دوستای عزیز، اگر اسلام را به عنوان منهج حیات خود بپذیریم، رابطه ما را با مخلوق تنظیم میکنه، زیبا تنظیمش میکنه و دقیق تنظیمش میکنه. با مخلوق تنظیم شد، گره و گذار در بین ما نمیباشد. اسلام به ما به تعاطف امر کرده است، به تسامح امر کرده است، به چشمپوشی امر کرده است، به عفو و گذشت امر کرده است. ارگا ما امی کار را در زندگی خود بیاریم، آیا ما دشمن خود داشتیم؟ ارگا ما از غیبت و از دروغ و از غلطی دوری بگیریم، آیا در بین ما و در بین یک انسان مؤمن دیگر جنجال پیدا می شود؟ ابدا. پس اسلام را که به عنوان منهج حیات خود پذیرفتی، به عنوان از اینکه وسیله ارتباط تو با مخلوق خدا هست، پس اسلام بر دستور داده دروغ نگو، خیانت نکو، وعده خلافی نکو، فحش و بد نکو، از زبان همیشه باید خیر برد. این اساس شد. ارگا این منهج با تو بود، بخوای نخوای دین گسترش پیدا میکنه، دین میآید و در صفوف دین فساد پیدا نمیشود، در صفوف مسلمان ها فساد پیدا نمیشود. ارگا عکسی از او را کردیم، منهج ربانی را بگذاشتیم، دروغ را گفتیم، خیانت را کردیم، وعده خلافی کردیم و زبان خود را با چیزهای آلوده کردیم که از شأن یک انسان بلند دور است، در حقیقت ما دین خود را توهین میکنیم، منهج خود را توهین میکنیم و ما وسیله میشیم که مردم از دین ما فرار بکنند، ولو که نام چی بوده باشه، مقبول باشد، نام بسیار زیبا باشد، نام بسیار شرعی باشد، ولی تعاملت که غلط شد، او تقدس نام نمیتونه که اعتراض را و دوری را از تو نگاه بکنه. عملا ما شما میبینیم، آیا جهاد کلمه بد است؟ استغفرالله. مجاهد کلمه بد است؟ استغفرالله. جهاد خو رکن بلند دین ماست، ذروت و سنام الاسلام، ولی ارگا که تعامل غلط شد، اکنون چی میگوید؟ مجاهد یعنی کی؟ یعنی دوست. اما تو اصلا نیست ایره بازایت مانه، تو که هر قدر بود که نه، خدا گفت تفضل الله المجاهدین علی القاعدین، الله برتری داده مجاهدان را به کسایی که نشسته است. میگه این نشسته را چی میکنه؟ این طرف سعی کن توهین میکنه، تحقیر میکنه و و و و. پس تقدس یک شی انگامی که معامله غلط شود از بین میرود و تو نمیتونی کسی را بگی دهنت بند کن، دهن نمیشه بنش. علم بهترین صفت است، عالم بهترین مردم هست، ولی ارگا صدق، وفا، عدل، امانت ای را حفظ نکرد، سقوط میکند، بعد از او با او جایگاه ندارد، بعد از او با راه ها پیدا میکند،
هر چیز هر انسان را به همین رقم فکر بکنید. مسلمان یک شخص متمدن است، صادق، با وفا، عفیف، امین و از زبانش جز خیر شای دیگری بیرون نمیشه. ارگاه این انسان در تعامل خود چنین بوده باشه، هر انسان من حیث انسان پشت خوبی ها میگردد و خوبی ها گم شده ایش است. عقیده بسیار زیبایی که اسلام دارد، جز الله به کسی دیگر سجده نکن و ما را از سنگ و چوب و آفتاب و مخلوق ما را مستغنی ساخت و گفت که با الله بودی همه چیز صحیح شد. پس مشرک خوب بیچاره شد، او که ما را میبینه و میبینه عجیب است. ما خب 2490 خدا رو بر خود جور کرد. پس مشرک به دیدن موت و حقارت را احساس میکنم. من اگان بار که با غیر مسلم گاه رو برو شدیم، وقتی که مباحث عقیده را باز میکنم باز فرار میکنم. من عملا میفهمم که خود را حقیر فکر میکنم، عملا میفهمم، زیرا توان زیرا ندارد که پیش برو. پس یک دینی که نتانی او را با عزت در پیش روی جانب مقابلش بگذاری خودش ضعف است. تو میفهمی که ما چقدر قوی استیم؟ الحمدلله والمنه. توحید را که ما بیان میکنیم به عنوان مسلمان، نه مسیحی، نه یهودی، نه زردشت، نه اندو، هیچ کدامش بیان کرده نمیتونه. مسلمان وقتی که میگه لا اله الا الله، بعد از سراسر وجودش مالا مال از خوشی پر میشه. ارگاه ما ای صداقت و امانت و عفت و وفا و صدق را یک مسلمان تعبیر بکند، در پهلوی از اون مسلمان انسان ها نزدیک و نزدیک شده میرود، خوشش میآید طبیعتا. پس اسلام به عنوان وسیله ارتباط با کی؟ با انسان، توسط منهجی که خداوند متعال تعیین کرده است و چیزی با میفرماید. کسایی که بزرگ هستند، کلان هستند، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، از ما نیست کسی که از خود کده کوچکتر مردم را سرش مشفق و مهربان نباشه. اگر این کلان را به معنای رتبه بگیریم، رئیس جمهوری که با مردمش مشفق نباشد مسلمان نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمه بدترین آمر کیست؟ کسی که با مردمش دروغ بگوید، با ملتش دروغ بگوید. بدترین پدر کیست که با فرزندش دروغ بگوید؟ بدترین عالم کیست که با مقتدیاش دروغ بگوید؟ بدترین تجار کیست که با مشتریاش دروغ بگوید؟ بدترین مرشد کیست که با مریدایش دروغ بگوید و غلطی بکند؟ پس عزیزان این را یک بار فکر بکنیم. هرگاه ما تعامل را اسلامی بکنیم و خود اگه کلان گرفتی با زیر دستایت شفقت بکو، مهربانی بکو، عطوفت بکو، تسامح بکو، مشکلش را برش حل بکو و خودت را از جنس از اونها بدان. خودت را از اونها بدان، خود را بالا ندار بلکه از اونها بدان. از خاطر رسول علیه السلام می فرماید که روز در جبهه بود، برای پخته کردن هر کس رفت، رسول علیه السلام هم نشست در جایش، رفت کمک ازمه گرفت و گذاشت که این هم حصه ما است. این حصه ما است. چی مفهوم را میرساند؟ که کل ما از یک جای هستیم، از یک نسل هستیم. لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین، هیچ کس بر کسی دیگری برتری ندارد. همه ما و شما از یک پدر و مادر هستیم. فقط کلان چی باید باشد؟ مشفق و مهربان باید باشد به زیر دستش. ولم یوقر کبیرنا، و این زیر دستا باید عزت کلانا را باید بکند، احترام بزرگا را باید بکند. در راه از ریسفید پیش نشود، از کلان پیش نشود، احترامش بگذارد، نامش را درست بگیرد.
نامش درست بگیرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرماید که شما انگامی که نام برادرایتان را می‌گرفتین، او را به عمو نام خطاب بکنید که او دوستش دارد. به عمو نام خطابش بکن که دوستش دارد. اگر کنیه را داشت، به کنیه خطابش بکن. اگر یک وصف کسبی دارد، به عوض برش بگو نامیشه، بگوی دکتر سای برش بگوی انجینر سای برش بگوی او چیزی که دوستش دارد. ارگاه ما کسای مردم را در خطاب خود ارج بگذاریم، در تعامل خود باید بگذاریم و بگذاریم، دین به ما میره میکن. دین به ما میگه هر حرکتی که سبب تشویش یک برادر میشه از او دوری بگی. ویل لکل همزه لمزه، وش کنی کسی را به چشمت، به دستت، به سرت توهین نکنی، تو کار نکنی. حتی تو حق از این را نداری که سه نفر باشین، دو نفر پس پس کده برین و او یک نفری که در اتاق شسته او احساس بکنه که در باره ما صحبت میکنه. این را حق نداری و این گناه است که تو این کار میکنی. این را خود بگذارین که تو تپشت جور بکنی، غلطی پشتش جور بکنی، تهمت در سرش بزنی. این را خود به طریق اولا نرواست. این را خود عقل ما نمیتونه بپذیره و واقعیت دینی ما نمیتونه بپذیره. پس عزیزان، اسلام به عنوان منهج حیات به این شکل باید یادش بگیریم که تعامل با انسان به اساس صداقت باشه، به اساس حفظ امانت باشه، به اساس وفا به عهود باشد و از زبان ما جز خیر شی بد بیرون نشد. اگر چنین بکنیم چی فکر میکنن که دین ما به شرق و غرب نخواد را عکسی از او؟ خدا نخواسته، خدا نخواسته. اگر تعامل با دروغ و با خیانت و با فحش و با بدی شود، ما در حقیقت ممثل دین خود هستیم. ما دین خود را بدنام میکنیم و مردم چون خیر را در دین نمی بیند، از این خاطر از دین عقب نشینی میکنند. از این خاطر قرآن کریم تعبیر میکند که پروردگارا لا تجعلنی مرا مگردان فتنتا للقوم الظالمین. خدا مرا فتنه برای ستمگر قرار نده، که مرا ببینه اسلام بدش بیاد، مرا ببینه از جهاد بدش بیاید، مرا ببینه از علم بدش بیاید، مرا ببینه از یک انسان صالحی که در ظاهر جور کردیم از او بدش بیاید. خدا مرا از او مردم قرار نده، بلکه مرا ببیند شوق و علاقش با چی زیاد شوه؟ با اسلام زیاد شوه، با ایمان زیاد شوه، با علم زیاد شوه، با خیر زیاد شوه. از او انسان ها باید باشه. و این ناممکن است مگر این چهار چیز را دقیق در ذهن خود داشته باشه. پس ارگاه از زبانتان غلطی برآمد، فوراً استغفار بگوین، فوراً استغفار بگوین. خطا آدم و خطا بنی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یستغفر ربه اکثر من 100 مره. پیامبر علیه السلام بیش از 100 بار استغفار میکن، بیش از 100 بار. پس ما تو چرا نگویم؟ ما تو هم زبان ما گوشتیش. اسلام را به عنوان منهج بپذیریم و الحمدلله و الحمدلله که ما به کمال دین خود باور داریم، به شمول خود دین باور داریم، به ابدیت دین خود باور داریم، به الهیت دین خود باور داریم، به وسطیت دین خود باور داریم. پنج ویژگی دین ماست. از طرف الله آمده، این را برای ما پارلمان و فلانه و فلانه سبجور نکن. وسطی است، نه داری افراد وجود داره، نه داری تفرید وجود داره. شمول، معنا و ماده اردویش است. دنیا و آخرت اردویش است. خانه و فامیل و تجارت و اقتصاد و سیاست همه و همه داری است. کمال، دین کامل شده. هیچ کس حق نداره چیز را زیاد دهی کنه یا چیز را کم کنه. با ایتو یک دین تو چرا خود حقیر فکر میکنی؟ چرا خود شکست خورده فکر میکنی؟ اسلام را به عنوان دین بپذیرین، الله عزت برتان میده و لذت ایمان را میچشین. من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا.
پس ارگو گپ از خیر شد بگو ما مقدم تر هستم. از خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که دختر حاتم تایی اسیر شد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مرا میشناسی که من کی هستم؟ من دختر کسی هستم که یتیم را کفالت میکرد، مسافر را نان میداد، غریب را کمک میکرد، مریض را پرسش میکرد. امی خوبیه را که گفت بناهن جایگاه ما به ما اتو معلوم است که تو نباید ما را اسیر بگیری. دقیق شدی؟ نباید ما را اسیر بگیری، زیرا این صفات در وجود ماست. پیامبر خدا برشی میگه این صفات مسلمان است، صفاتی که تو بیان کردی این صفات مؤمن است. بعد برشمه که آزاد استی، گفت مال مرم بده. پیامبر خدا گفت مالش هم برش بده. گفت نه، به خاطر از این صفات قوم مرم آزاد کن. گفت قومش هم آزاد کنه. این صفات یعنی به اندازه مهم بود که پیامبر چی گفت؟ هم اسیرا را هم اله بکنه، مالشان هم پس بده، الهش بده. این صفات اینقدر مهم است. ولی در وجود ما تو چطور است؟ ما تو از این صفات چقدر داری؟ استغفر الله، الله سر ما رحم بکنه. مگر هم دروغ پیدا نکنیم که باز راست بگویم. وعده خلافی ما میکنیم. از زبان ما هر چی که ما بره، غیبت پیش غیبت که بود ای غالبا زنا میکرد، حالی در مجلس که ششتی مردا از او کده پیش میکرد، تهمت میزنیم. اگر پشت یک کسی غیبت شروع کنه، بدیش گفتم کلگی قبول میکنن، همگی قبول میکنن و صاحب صاحب میکنن. خوبی کسی را که میگم هیچ کس قبول نمیکنن، همونطور نیستی؟ بدی را پشت یک کسی شروع کردم، ولو که تهمت میبندم، کلگی سر خدا شور میدم. خوبی کسی را که میگم باز در دل ما نمیشینه. چرا نمیشینه؟ به خاطر که خودم خوب نیستم. هرگاه ما خوبی را نتانیم قبول بکنیم، به خاطر که خودم خوب نیستم. هرگاه خودم خوب باشم، پس مثل عینک سبز در چشمت بگو همه چیز سبز میبینی، عینکای سرخ در چشمت بگو همه چیز سرخ میبینی. چون ما که خوب نشدیم، همه چیز پیش ما خراب است. هیچ کسی خوب وجود نداره، خلاص، بخاطر که خودم خوب نیستم. هرگاه خودم خوب بودم، هر چیز پیش ما خوب معلوم میشه. و اسلام بر تو چی میگه؟ میگه خودت خوب باش، تو پشت دیگر را نکرد، خودت خوب باش. خودت که خوب شدی، دیگر را از تو جور میگه، دیگر را از تو رنگ میگیرد. و این کلانترین مشکل ماست که ما در خوبی دیگر را میاندیشیم، ولی در خوبی خود ما نمیاندیشیم. همیشه در فکر دیگر را میباشیم. من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول. لذت ایمان را کی میچشد؟ کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان رسول خدا قبول کرد. محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان چی قبول کرد؟ به عنوان فرستاده الله قبول کرد. ما عرض کردم که کلش به علم تعلق میگیرد. یعنی هر قدر که ما خدا را بشناسیم، اسلام را بشناسیم و محمد صلی الله علیه و سلم را بشناسیم، قیمت شیء بر ما بیشتر معلوم میشه. چه قدر وقت میشه که ما شما در راه تیر میشیم، سر بهترین مرواریدا شاید پای بگذاریم، چون نمیشناسیم، هیچ تشویش هم نداریم و افسوس هم نمی کنیم. ولی هنگامی که یک مروارید را بشناسی، او را در انگشترت میگذاری، چند پشت برش میدی، در صندوق پتش میکنی، حفظش میکنی و همیشه که به یاد میاد یک نوع غرور داری. اسلام اما تو یک نگین مقبولی است. اگر بشناسیش بعد افتخار میکنی، اطمینان پیدا میکنی. که نشناسی، اگر کس سرش تهمت زد تو تشویش نمیکنی، اگر کس سرش عمل نکرد تو سرش تشویش نمیکنی، اگر کسی به معنا تعبیرش کرد تو چون علمش نداری چیزی گفته نمیتونی. پس این کلش به علم بر میگردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان پیغمبرت بپذیری، به عنوان امام و رهبرت بپذیری،
و رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاه عجیبی دارد. در قرآن کریم شما یک بار متوجه شوین، سوگندها داریم. سوگند برای تأکید است. الله میخواد یک چیز را تأکید بکند، گاهی به ذات خود سوگند میگیره. فوربک لنسألنه تالله. و گاهی هم برای بیان فضیلت است و گاهی برای تحریز فکر است. ما باید بیشتر بیندیشیم. در یک جای عرصه معنا می آید و در بسا جای یک یک معنایش می آید. در یک جای عرصه معنا در رابطه با رسول الله صلی الله علیه و سلم می خوانیم لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون. قسم است با عمرت ای پیغمبر. آیه تأکیدم افاده می کند، فضیلتم افاده می کند و تحریز برای فکرم است. 63 سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه بکنید، بخوانید. با اندازه ذاکر بود، با اندازه ذاکر بود که لباس می پوشید ذکر می کرد، دعای لباسش. بیرون خانه می شد دعا، داخل خانه می شد دعا، استراحت می کرد دعا، می خیست دعا، نان می خورد دعا، آب می نوشید دعا، همه و همه کارش دعا بود. حتی با قضای حاجت که می رد با چی میگه؟ غفرانک، اینی لحظه را خدای برم ببخش، ادب نمی تانم یاد تو را بکن، این می لحظه قضای حاجت. دیگه همیشه یاد خدا داشت، همیشه احیانه، در همه اوقاتش پیغمبر علیه السلام یاد الله را میکنه. و انسان عجیبی که هر قدمش برای ما شما نقش است، برای ما شما الگو است. صلحش، جنگش، تجارتش، خانوادهش، دوستیش، محبتش، خوردنش، نوشیدنش، خوابش، رفتنش و و و کلش، کلش دین است، کلش شریعت است، همه شریعت است. و از طرف دیگر انسان موفق و کامیاب، انسان کامیاب در دنیا هیچ کسی با مثل رسول الله علیه السلام واره کامیاب انسان کسی پیدا کرده نمیتونه. هر کس بزرگترین قیمت حیاتش دوستایش است. تو با خدا با مانند رسول الله واره دوستا کسی پیدا کرده میتونه؟ هیچ کس پیدا کرده نمیتونه. در طول تاریخ انبیا پیدا کردش نمیتونه. دوستایی که رسول الله تربیت کرد، استغفرالله. هر کدامشان، این حدیث درست است که از نظر سندی مشکل داره، اصحابی که نجوم بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم، شما باور بکنم اونطور است. هر صحابی را تو پیش روی بگذار، کوچکترین صحابی امو کسی است که حضرت حمزه رضی الله عنه را به شهادت رسانده. شما امو را پیش روی تان بگذارین، یک دنیای از عظمت را پیدا میکنید، دنیای از عظمت را. پس انسان موفقی است که هر دوستش تا آخرین لحظه حیات بگه جانم، مادرم، پدرم فدایت. بی ابی و امی یا رسول الله، مادر و پدرم فدایت. اما تو دوست کسی دیگه میتونه بر ما تمثیل کنه؟ پس پیامبر موفق بود، پیامبر صادق بود. کافر میشینه 30 سال بیشتر سر 100 نفر شخصیت های بلند کار میکنه که در دنیا کیست، آخر میای میای او چرتی کرده نام رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر میکنه، میگه ای خودش مسلمان نیست، میگه نه، ای انسان بزرگی است، انسان موفقی است، انسان است که اصلا شکست را نمیپذیرد هیچ ابدا. تعاملش اصلا میکنی با مخلوق خدا عجیب تعامل دارد، با دشمنش، با دوستش، حوصلش. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه. از این خاطر قرآن کریم بر ما چی میگه؟ میگه عمر پیغمبر به عنوان وسیله تحریز فکرت است. ذهنت خلاص کن، علم یاد بگیر. امروز علما به نام فقه السیره یک علم را کشیدن. فقه السیره یک خود سیرت است. از این از خود زندگی پیغمبر چی چیزا را باید بگیریم؟
قرآن کریم به دو بخش تقسیم میشه، سوره های مکی و سوره های مدنی. زندگی رسول الله بشه نصف تقسیم میشه، مکی و مدنی. اما رقم هر لحظه از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب ما شما شد. در دنیا شما نمیتونین قبر یک پیغمبر را بر ما نشان بدین، این نیست جز از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی لطف خداست و احسان الهی است که خداوند متعال مرقد مبارکش را هم نصیب ما شما کرده. دیگه هیچ، نه از حضرت عیسی معلومه، نه از حضرت موسی معلومه، نه از حضرت داوود معلومه، نه از حضرت سلیمان، از هیچ کدامش معلوم نیست، ولی از رسول الله صلی الله علیه و سلم معلوم است. پس انگامی که میگم که و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا، این در حقیقت لذت انسان میچشه که میبینی چه پیغمبری عظیمی است، چقدر ما را دوست داشت، چقدر ما را دوست داشت که به خاطر ما اشک میریزد، به خاطر ما اشک میریزد. اشکش به اندازه میشه که الله چی میگه؟ میگه جبرئیل میاد برش میگه که به محمد بگو سرت را بلند بکن، هر آن چی که تو میخوای بر میتونه در رابطه با امتت تو را جگرخون نخواد کرد، در رابطه با امتت جگرخونت نمیکنه. عجیب است، خاطر امتت. پس ارگاه شما رسول الله صلی الله علیه و سلم را از جانتان، از مادر و پدرتان و از اولادتان دوست داشتین، تو یقینی مسلمان هستی، یقینی لذت ایمان را میچشی، لذت ایمان را میچشی. رب العالمین این لذت را نصیب ما شما کن. بس لذت ایمان به معنای چیز؟ به معنای اطمینان، به معنای وجد و مالامال سکون و اطمینان. هنگامی که ما میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش میشیم، نام مبارکش را میبینیم خوش میشیم، و شما این تجربه بکنید در خانه تان نام محمد صلی الله علیه و سلم باشه، یک دقیقه تو به طرف سیکو سیکو همون تو یک دقیقه مال مال پر میشی، همون تو وجودت خوش میشود، اطمینان برات میاد. سبحان الله، روزی که برات صدا بکنه ای طرف بیا و ای آب گلاس کوثر رو از دست ما بگیر، چی با لذت خواهد بود که تو رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببین و او برای تو آب بدهد، به خاطر که گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله. خطر ما که گفتم و کل زندگیش برای ما و شما نمونه است. الله متعال فهم دین صالح را نصیب ما و شما بکنه. در کشور ما خداوند متعال امن و امان را بیاورد. الله متعال مشکلات دنیا و آخرت ما و شما را حل بکنه. پروردگار عظیم به لطف کرمش شقاوت و بدبختی و نفاق و بدعت و شرک و خلاف را از سینه های ما دور بگرد. الله متعال به لطف کرمش والدین ما شما را ببخشد. خداوند متعال مریضایی که هستن الله صحت عاجل را نصیبش بکنه، و خداوند متعال آنانی که قرضدار هستن از قرض خلاصشان بکنه. هر مشکلی که هر کسی داشته باشه الله برش حلش بکنه، و خداوند متعال شکر و صبر را نصیب ما و شما بگرداند. و صلی اللهم صلی و سلم مبارک علی محمد و علی آله و صحبه.